اینترنشنال مکس پرو، خودروی امرپ آمریکایی. اینترنشنال مکس پرو که نوعی خودروی زرهی جنگی است، در رده وسایل نقلیه نظامی امرپ نیز قرار می‌گیرد. امرپ به معنی مقاوم و محافظت شده در برابر مین و کمین بوده و اصطلاحی است که تنها برای خودروهای نظامی آمریکا به کار می‌رود. خودروهای امرپ به طور اختصاصی علیه بمب‌های کنار جاده‌ای مقاوم هستند. امرپ در سال 2007 به عنوان بخشی از برنامه وزارت دفاع آمریکا در پاسخ به افزایش خطر روزافزون بمب‌های کنار جاده‌ای کلید خورد. اینترنشنال مکس پرو توسط کمپانی نوستار دیفنس که خود از شرکت‌های تابع نوستار اینترنشنال است تولید می‌شود. نوستار اینترنشنال نیز با همکاری شرکت پلاسان ساسا که متعلق به رژیم صهیونیستی است، پوشش زرهی خودرو را طراحی می‌کند. خودروهای امرپ به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند. دسته 1 و دسته 2 که بستگی به کاربرد و ظرفیت کابین دارد. با وجود آنکه بخش اعظم امرپ‌های فروخته شده از نوع 1 هستند، اما نوستار مکس پرو را در هر دو اندازه مذکور تولید کرده است. مدل مکس پرو پلاس نیست که مجهز به چرخ‌های عقب دوتایی است، می‌تواند در نقش آمبولانس مؤثر واقع شود. جدیدترین نسخه ساخته شده مکس پرو داش نام دارد و مدلی کوچک و سبکتر در دسته 1 محسوب می‌شود. هر دو موتور پلاس و داش از موتور مکس فورس 10 با قدرت 375 اسب بخار استفاده می‌کنند. این در حالی است که انواع خودروهای پایه مکس پرو مجهز به موتور دیتی 530 با قدرت 330 اسب بخار هستند. طراحی و تولید مکس پرو متشکل از یک کپسول مخصوص خدمه با بدنه وی شکل است که روی شاسی 7000 بین‌المللی نصب می‌شود. این طراحی امواج حاصل از انفجار مین‌های زمینی و یا دستگاه‌های انفجاری دستساز را منحرف ساخته و از خودرو محافظت می‌کند. البته نگرانی‌های پیرامون گیر افتادن نیروهای نظامی داخل خودرو در شرایط کمین دشمن وجود دارد، چرا که شاسی خارج از کپسول زرهی خدمه نصب می‌شود و احتمال آسیب آن در وضعیت‌های بحرانی دور از انتظار نخواهد بود. با این حال، سخنگوی نوستار دیفنس نتایج تست‌های انجام شده را کاملا موفقیت آمیز می‌خواند. مکس پرو می‌تواند به اندازه خودرو ATF دینگو که از طراحی مشابهی برخوردار است، مؤثر عمل کند. خودروی نامبرد توانسته از انفجار مین زمینی با وزن 7 کیلوگرم بدون مصدوم شدن هیچ یک از خدمه را تحمل کند. طبق گفته نوستار دیفنس، مکس پرو نه تنها از آمادگی عملیاتی قابل توجهی برخوردار است، بلکه استفاده از قطعات استاندارد در ساخته‌ها نیز منتج به تعمیر و نگهداری راحت‌تر خودرو می‌شود. اجزای بدنه زرهی خودرو به جای آنکه دوش خورده باشند، به یکدیگر پیچ شدند. این موضوع عاملی دیگر در جهت تسهیل تعمیرپذیری مکس پرو به ویژه در میدان جنگ خواهد بود. از طرفی به همین دلیل ظرفیت تولید مکس پرو توسط نوستار هم سیر صعودی طی می‌کند. در سال 2010 ارتش به منظور توسعه قابلیتی تحت عنوان کنترل ثبات الکترونیکی و یا به اختصار ESC، تکنولوژی کامپیوتری که منتج به بهبود استحکام خودرو می شود، تلاش زیادی انجام داد. ESC فاکتورهای جاده‌ای اطلاعات خودرو و هدف راننده را با یکدیگر ترکیب می کند. نتیجه این اختلاط داده ای افزایش ضریب اطمینان ثبات مکس پرو حین مانورهای جاده‌ای و یا خارج جاده است. نصب سیستم ESC در مکس پرو اواخر سال 2014 آغاز شده است. در ابتدا تنها دو خودرو برای انجام تست‌های اولیه در مارس سال 2007 به آوردین پروگرام شهری در ایالت مریلند آمریکا ارسال شد. پس از بررسی‌های صورت گرفته، اولین سفارش شامل 1200 واحد مکس پرو دسته 1 که امرف از جانب سپاه تفنگداران دریایی آمریکا به ثبت رسید. انواع شماره 1 مکس پرو پلاس. این مدل در سال 2003 طراحی شد. قدرت موتور و ظرفیت کابین در مکس پرو پلاس ارتقا یافته است. شماره 2 مکس پرو داش. در تاریخ 4 سپتامبر سال 2008 سپاه تفنگداران دریایی آمریکا قراردادی به ارزش 752 میلیون دلار با نوستار امضا کرد که بنابر آن کمپانی متعهد به تولید نمونه‌ای سبک‌تر، کوچک‌تر و با قابلیت تحرک بیشتر در مقایسه با مکس پرو اصلی شد. بدین ترتیب ساخت مکس پرو داش در اکتبر همین سال آغاز و در فوریه 2009 نیز 822 واحد از این خودرو تحویل داده شد. شماره 3 مکس پرو داش DXM. این مدل ارتقا یافته مکس پرو داش مجهز به سیستم تعلیق DXM است. شماره 4 مکس پرو داش DXM آمبولانس. در سال 2011 نوستار بودجه به مبلغ 183 میلیون دلار برای تولید 250 آمبولانس مکس پرو داش با سیستم تعلیق DXM دریافت کرد.
شماره 5 مکس پرو XL. این مدل در دسته 2 خودروهای امرو قرار می‌گیرد. مکس پرو XL در مقایسه با خودروی اصلی بزرگتر است و می‌تواند 10 سرباز را حمل و نقل کند. شماره 6 مدل MRV. مورد بعدی یکی دیگر از انواع خودروهای امرو مخصوص عملیات بازیابی است که 250 واحد از آن سفارش داده شد. شماره 7 مدل MCOTM. این نسخه که فرماندهی ماموریت در حرکت نامیده می شود، مجهز به سیستم کامپیوتری پیشرفته، مانیتورهای مختلف و آنتن مخصوص ارتباطات است. مشخصات اینترنشنال مکس پرو: نو، امرپ دسته 1 و 2. جنگ های شرکت کننده: جنگ عراق و جنگ افغانستان. سال تولید: از سال 2007 تا کنون. تعداد ساخته شده: 9000 عدد. وزن: دسته 1 28 الی 29500 پوند، دسته 2 30 الی 32000 پوند. طول: 6.5 تا 7.2 متر. پهنا: 2.5 متر. ارتفاع: 3 متر. خدمه: 3 الی 7 نفر. موتور: مکس فورس با قدرت 330 اسب بخار. ظرفیت بارگیری: 1.6 الی 5 تن. جعبه دنده: 5 سرعتی اتوماتیک الیسون 3000.